از شدت مهم بودن این ویدیو فقط باید بیام یک روز اختصاص بدم به این که این ویدیو مهمه، خیلی هم مهمه، تا انتهاشو ببینید. تحلیل بیت کوین رو داریم، تک سناریو. خب عزیزای دل، فقط قبل از این که مثل همیشه تحلیل رو شروع بکنیم، من چند تا نکته رو عرض بکنم. اولیش اینه که حتما دوره ها رو ببینید، اصلا دستشون ندید. دوره NDS فوق العاده است، حتما ببینید. به غیر از این بازم باید بهتون بگم که بچه ها، تحلیل های یوهویی، موقعیت هایی که یوهو میذاریم، ارزهای پروپتانسیلی که میذاریم که الان تعدادشون خیلی هم زیاد شده داخل کانال تلگرام و خیلی از این ارزها رو گذاشتیم، اخبارهای مهمی که میذاریم، تحلیل از خود بیت کوین، طلا و غیره در لحظه میدیم، اینا رو نمیشه داخل یوتیوب گذاشت. باید سریع باشیم، سریع پست بکنیم، آپدیت باشیم. واسه همین تنها جایی که میشه این موضوعات رو جلو برد تلگرامه. حتما تلگرام رو داشته باشید، داخل کامنت اول پین شده، به شدت تلگرام مهم و خفنه، حتما داشته باشیدش. برسیم سراغ بیت کوین. بچا ببینید، میخوام داستان از اینجا شروع بکنم. طبق چیزایی که داخل دامیننس بیت کوین واسهتون گذاشته بودم، داخل کانال تلگرام هم گذاشته بودیم و خدا رو شکر مو به مو هم اتفاق افتاد که داخل یک فشردگی بود، ما برای شروع آلت سیزن نیاز داریم که پول از بیت کوین خارج بشه، بره وارد آلت کوین ها بشه. پس رو همین منبال بیت کوین باید یه نقدینگی بزنه، یه نقدینگی رو جارو بکنه، بعدش یه فومو خوشگلی به مارکت بده. بعد از اینکه فومو رو تزریق کرد، به سمت پایین خوب حرکت خودش رو آغاز بکنه و از اون ور پول وارد آلت کوین های قوی بشه. فاز تجمیع و رنجی هم که داریم داخل آلت کوین ها میبینیم، کاملا داره این داستانو به ما نشون میده که ما داریم حالا به سبک خودمون NDS هم بخوایم نگاش کنیم، داخل آلت کوین های خوب هوک میزنیم و اینا همه رنج هایی هستن، انباشت هایی هستن که قبل از اون پامپ های بزرگ اتفاق میفته. پس حواستون به این داستان خیلی باشه. من خودم شخصا داخل این شرایط مارکت اصلا انتظار اینو ندارم که بیت کوین به 80,000 دلار برسه. آره درسته، همه میگن بیت کوین 300,000 دلاری، بیت کوین 400,000 دلاری، ولی دیدگاه من اینه که داخل این شرایط مارکت یکم غیر منطقی و فکر نکنم به این عددو اصلا برسیم. پس خودم شخصا روی عددهای 80,000 85,000 سیو سود میکنم تا بالاشون تثبیت بدیم. فقط و فقط در صورت تثبیت بالا این اعداد من دوباره شروع به خرید میکنم. درسته یکم دیرتر میخرم، ولی مطمئنتر میخرم و میدونم چیزی که دارم میخرم مطمئنه. الان حتی ایلان ماسک هم بیاد برگرده به من بگه که بیا بیت کوین رو بخرم میشه 300,000 دلار، من نمیخرم، به خاطر اینکه من چیزی که میبینم و انجام میدم و این خیلی خیلی مهمه. از اون ور یک نکته خیلی مهم باید خدمتتون بگم. به نظر من برای شروع آلت سیزن نیازه که بیت کوین وارد یک فاز انباشت و رنج هفتگی بشه. خب پس ما نیاز داریم داخل بیت کوین برای شروع آلت سیزن داخل یک رنج هفتگی بریم، که اگه من بخوام این رنج هفتگی که حالت ایدئالش، ببینید این حالت ایدئالش بهتون نشون بدم، همون جوری که میبینید بالاش 72,000 تا 73,900، پایینش از 47,000 تا 50,000، بچه این یه حالت ایدئاله و اینو داره به ما نشون میده که ما میتونیم داخل بیت کوین عددهای خیلی پایین‌تر از 60,000 دلار هم ببینیم. این محدوده رنج دقیقاً جاییه که آلت کوین‌های خوب ما کم کم رشدای خودشون رو شروع میکنن و از اون ورم به زدن سقف تاریخی و رشد بیت کوین هم میرسیم تا بازه 6 و 11 ماه آینده. حالا چرا داخل این بازه؟ بخاطر اینکه این بازه آخرای روند سودی و سیکل سودی ما داخل بازار کریپتوه. اوکی، اینو حتما مد نظر داشته باشیم. پس من بدون هیچ ترسی تمام پایین زدنا رو میخرم، اصلا یه سری پله های استراری میذارم برای سبدام که ممکنه هیچ وقت قیمت به اونجا نرسه، ولی من اون پله ها رو میذارم. چرا که کامل مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک خودم رو میدونم، حساب شده دارم کار میکنم. شما هم اگه میخواین داخل این شرایط بازار سود خوبی بگیرید و درست و درمون از این بازار برید بیرون با خوشحالی برید بیرون، دو تا چیز رو باید حواستون باشه: پخش ریسک و صبر. چرا اینا خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه جز آدم دروغگو و خدا هیچ کی سقف و کف مارکت رو نمیدونه. فقط من یه موضوع دیگه که خیلی مهمه این موضوع هم بهتون راجع به این کندل ها و بازار بگم. بچه ببینید، مادامی که ما بالای 67,000 قرار داریم، اینترنت یاری بکنه ما رو بتونیم کامل اینجا رو ببینیم، تا مادامی که ما بالای 67,000 قرار داریم میتونیم یه دور تا 72,000 بریم. چرا که اون سری بهتون توضیح دادم 72,000 لیکویدیتی به شدت بالایی داره،
لیکویدیتی به شدت بالایی داره، پس میتونیم به اونجا برسیم. تا مادامی که بالا 67,000 یه دور میتونیم تا 72,000 بریم، ولی برای اینکه سناریوی سودی ما فعال بشه و دیگه داخل این رنج هفتگی نریم، نیازه که قیمت بیاد با کندل‌های خوب داخل روزانه و این کندل داخل هفتگی بالای 72,000 درست ببنده. بچه‌ها اصلا داخل این شرایط مارکت تا زمانی که زیر این مقاومتیم لانگ کردن خیلی کار واقعا عاقلانه ای نیست. حتما اگه میخواین لانگم بکنید و یه سناریوی سودی بخوام بهتون بدم، اینه که باید مارکت بیاد بالای 72,000 اینجا به ما تایید بده، با کندلای خیلی خفن اینجا ببنده، از اینجا به بعد دیگه ما میتونیم پول بک هاشو به سمت بالا لانگ بکنیم. تا مادامی که ولی زیر این مقاومت قرار داریم و مارکت داره همچین شدوهایی میزنه، سناریوی نزولی ما فعال و ادامه داره. نکته هایی که میخوام از الان بهتون بگم خیلی مهمه، خوب حواستون رو جمع کنید. ببینید با توجه به مسائل ژئوپلیتیکی که داریم، احتمال وقوع جنگ تایوان و چین رو داریم، وضعیت نامناسب دادهای اقتصادی فعلی رو داریم، داخل این شرایط من نمیگم غیر ممکن، چون واقعا داخل مارکت هیچی غیر ممکن نیست، ولی یکم با عقل و منطقم جور در نمیاد که برسیم داخل این شرایط به 80,000 دلار. ببین علاوز اقتصادی یه سری توضیحات رو بهتون میدم، یه سری چیزها رو عرض میکنم خیلی مهمن، حتما گوش بکنید. از لحاظ اقتصادی جنگ تایوان و چین رو داریم که خیلی مهمه، دادهای تورمی آمریکا رو داریم، افزایش سقف بدهی آمریکا رو داریم، احتمال وقوع جنگ و بالا رفتن قیمت نفت رو داریم، اینا به شدت روی مارکت تأثیر گذارن. طبق آخرین جلسه فدرال هم که داخل ماه می بود، کاملا میشد نگرانیشون رو دید. از چی؟ از افزایش قیمت ها در مقابل نرخ بهره های بالاتر. حتی مقام های فدرال هم از کند بودن اقتصاد و افزایش دائم قیمت ها به شدت ناراضی بودن. اینا خیلی نکته های مهمی هست. تو این جلسه اکثر مقامات اعتقادشون بر این بود که برای لمس کردن تأثیر سیاست های محدود کننده بازه زمانی بیشتری نیاز داریم. حتی بعضی از افراد داخل جلسه از افزایش نرخ بهره هم صحبت میکنم، ولی طبق چیزی که ما از پاول دیدیم و صحبتهای پاول فهمیدیم، داخل این شرایط احتمالش خیلی کمه که بخوایم نرخ بهره رو دوباره ببریم بالا، چون از اون ور بعضا میتونه واسه شون خیلی خطرات دیگه هم ایجاد بکنه، مثل یکیش همین و اینکه صحبت‌هایی هم در رابطه با کاهش دارایی ترازنامه‌ها انجام شد که تعداد کسایی که موافق کاهش دارایی ترازنامه با روال فعلی بودن تو این جلسه کمتر از کسایی بود که اعتقاد داشتن آقا دارایی‌های ترازنامه باید با شیب کمتری اتفاق بیفته. کاهش دارایی ترازنامه منظورمه، معذرت می‌خوام. برای کسایی هم که نمی‌دونن اینو بهتون بگم که کاهش دارایی ترازنامه خودش یک نوع سیاست انقباضیه. پس من شخصا هیچی ندیدم، هیچ پالس مثبتی دریافت نکردم، هیچی نبود که واقعا به من بگه داخل این شرایط مارکت میتونیم سقف تاریخی رو بزنیم و یه حرکت سودی خوبی رو شروع بکنیم. و اگه نظر منو بخواین و من بخوام نظر خودم رو صادقانه بگم بهتون راجع به این داده‌های اقتصادی برای من ارزششون از چند خط تکنیکالی خیلی بالاتره. نکته آخرم اینه که اینا همشون دیدگاه شخصی منه، اینا صرفا دیدگاه شخصی خودمه، به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نیست. اومدم دیدگاهم رو بهتون گفتم که شاید کمکی کرده باشه. مخلصیم. سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله بغل سابسکرایب و اصلا فراموش نکنید دوره ها رو ببینید، سابسکرایب رو داشته باشید که تحلیلایی که اینطوری میذاریم سریع به دستتون برسه. کانال تلگرام و اینستاگرام خیلی مهمن، اینستاگرام تلگرام فوق العاده مهمه، حتما داشته باشید. مراقب خودتون باشین. فعلا.